برای ساختن شیدر آسفالت تکسچر مناسب را از پکیج آرچ اکستری فایل شماره 1 را لود کنید. بهتر است در بخش بیت مپ در قسمت بلر عدد را به کمترین مقدار ممکن برسانید تا بافت شما شفاف باشد. اندازه UVW را تنظیم کنید. موضوع پروژه شما خیابان و آسفالت نیست، بنابراین جایگیری خطها خیلی مهم نمی باشد، پس خیلی سخت نگیرید و سعی کنید یک کار را به خوبی ارائه دهید. در آرچ اکستریر 28 فایل شماره 2 یک تکسچر آسفالت نامنظمی دارد که آن را به عنوان دیفیوز در قالب مپ کامپوزیت نسبت می دهیم. کامپوزیت این بستر را برای شما فراهم می کند که آسفالت اولی و این آسفالت رو که الان انتخاب کردیم را اگر روی حالت مولتی پلی قرار دهیم، دوندونهای آسفالت خودشان را به خوبی به نمایش بگذارند. ولی چون قصد نداریم UVW مپ آن را مدیریت کنیم، می توانید تعداد آن را کم یا زیاد کنید. مقدار بلر را مدیریت کنید. در حالت تایلینگ همان چیزی را که به دیفیوز نسبت دادیم به رفلکشن هم نسبت می دهیم. این تکسچر کثیفی که مد نظر ما است خودش یک نسخه سیاه و سفید هم دارد که آن را به رفلکشن نسبت می دادیم. اما ما در اینجا برای دیفیوز یک تکسچر سالم و خوب به کارمان نسبت دادیم و بعداً برای دیسپلیسمنت از این تکسچر آسفالت آسیب دیده استفاده می کنیم. UVW مپ را روی چنل 2 قرار می دهیم و در بیت مپ هم چنل 2 را تعیین می کنیم. بنابراین همه چیز را بر اساس UVW مپ اختصاصی خودش جایگیریشان انجام می شود. تکسچر تمیز را برای رنگ و تکسچر نامنظم را برای رفلکشن در نظر می گیریم. یک تکسچر کثیف و خیس را به عنوان گلاسینس به کارتان نسبت بدهید که بتوانید یک قسمت‌های خیس و یک قسمت‌های خشکی را شبیه سازی کنید. برای اینکه بتوانید به نتیجه مطلوبی برسید، با مقدار اعداد و درصدها بازی کنید. همان تکسچری را که به رفلکشن نسبت دادیم را به بامپ هم نسبت می‌دهیم تا برجستگی خوبی را در کارمان داشته باشیم.
برای اینکه در مصرف رم و سی پی یو صرفه جویی شود، تکسچرهایی که هم نام و یکی هستند را در حالت اینستانس در جاهای مختلف انتقال می دهیم. یعنی همان تکسچری را که در کانال کامپوزیت بامپ قرار دارد به بخش دیفیوز و رفلکشن هم نسبت می دهیم. فقط به این نکته توجه شود که تکسچر آسفالت را برای گلاسینس روی حالت اسکرین قرار دهید که سفیدی های آن بر روی کار بنشیند. در قسمت بیت مپ تعداد تیل های این آسفالت ریز را بالا ببرید تا حدی که دونه های آسفالت خیلی درشت نباشد و به اندازه طبیعی به صورت سنگدانه های ریز باشد. مقدار جی تی آر تیل فالاف را به اندازه ای که مورد نیازتان می باشد مدیریت کنید تا بتوانید یک شیدینگ خوبی را داشته باشید. تکسچرهای کثیف مختلفی را روی حالتهای مختلف مانند سافت لایت، حالت هارد لایت و حالت مولتی پلی قرار دهید تا به یک حس خوبی برسید و قطعا در هر پروژه‌ای متفاوت خواهد بود. بنابراین توانستیم یک آسفالت زیبایی را خلق کنیم.